کشته نداریم، کسادش کنیم، رهبر قاتل را ستایش کنیم. شعار معترضان علیه رهبر ایران و سپاه پاسداران، حاکمیت صبح تسلیت گفت، عصر گاز اشکاور زد. همچنین در برنامه امشب، ای کاش میمردم و چنین حادثه‌ای رو شاهد نبودم. بعد از 3 روز ایران تایید کرد هواپیمای اوکراینی را با موشک زده است. فرمانده هوافضای سپاه میگوید همه مسئولیت را میپذیرد. شکاف بی‌اعتمادی بین ملت و حاکمیت، آیا با وجود پنهانکاری های اخیر آب رفته به جوی باز می‌گردد؟ یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما بغض من. یادبود قربانیان جلو سفارتخانه های ایران، تجمع کنندگان با شمع و شعر با خانواده های داغدار همدردی کردند و از حکومت شفافیت خواستند. و پادشاه عمان میانجی ایران و آمریکا درگذشت. میراث سلطان قابوس، پرهیز از درگیر شدن در منازعات منطقه‌ای. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. در ایران نشانه‌هایی از خشم افکار عمومی به اعترافی تلخ و تکان دهنده گزارش شده. جمعیتی خشمگین برای همدردی با خانواده قربانیان سقوط هواپیمای خط هوایی اوکراین در چند نقطه تهران جمع شدند. صبح امروز نیروهای مسلح ایران از جمله یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران اذعان کردند که علت سقوط هواپیمای خط هوایی اوکراین آتش سامانه پدافند نیروهای مسلح ایران بوده. به گفته آنها یک خطای انسانی که به کشته شدن 176 نفر منجر شد. سه روز بعد از کتمان تناقض‌گویی و گاهی دروغ مسئولان، شرایطی تحقیر کننده برای دولت، سپاه پاسداران و حتی فرمانده کل قوا، شخص آیت الله خامنه ای، در روزهای تلختر از زهر در ایران. مسئولیت این وضعیت بر عهده کیست؟ دیگر چه اعتمادی به حریم هوایی ایران است؟ اوکراین خواهان پرداخت غرامت است، ولی چطور میتوان عدالت را اجرا کرد؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از باران عباسی. تهران شلیک گاز اشکاور به سوی معترضان. چند ساعت بعد از اعتراف ایران به ساقط کردن هواپیمای مسافربری، حادثه‌ای که 176 کشته به جا گذاشت، بیشترشان ایرانی. انداختن تو دارش. تجمع‌های اعتراضی که چند ساعت بعد از بیانیه سپاه در چند نقطه تهران شکل گرفت. اینجا مقابل دانشگاه امیرکبیر. دست کم 6 دانشجوی این دانشگاه بین کشته شدگان بودند. خشم از 3 روز انکار مقام های ایران. کسانی که گفته بودند دلیل سقوط هواپیما به هیچ وجه اصابت موشک نبوده. مقام هایی که با وجود خبر داشتن از علت حادثه سکوت کردند. دانشجویانی که رهبر ایران را مسئول نهایی این فاجعه می دانند. و همینطور نیروهای تحت امر آیت الله خامنه ای. اینجا دانشگاه تهران که به گفته معاون آموزشیش دست کم 16 فارغ التحصیل در هواپیما داشت و یکی از جانباختگان از دانشجویان فعلی این دانشگاه بود. با
فرارسیدن شب اعتراض ها هم گسترده تر شد و همزمان بعضی از کارشناسان از اختلال در اینترنت ایران خبر دادند. باز اشکا بر میزن بچه ها شم روشن کرد. دانشگاه امیر کبیر. بیرون دانشگاه ببین چه جمعیتیه. اتفاقی که چند هفته پیش در اعتراضات آبان ماه هم رخ داد. تصمیمی که شاید به حضور رئیس جمهوری در جلسه امروز شورای عالی فضای مجازی مربوط باشد. در واکنش به اعتراض‌ها، بعضی از نمایندگان مجلس خواهان توضیح مقام‌ها و استعفای مقصران شدند، از جمله محمد رضا عارف. از موضع نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی خواستار استعفا، برکناری و برخورد درخور با مقصران، پنهانکاران و ناصادقان با ملت می باشم. و علی نجفی خوشرودی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. آقایان نقش تکنولوژی‌های مدرن و رسانه‌های آزاد در راستی‌آزمایی پیرامون چگونگی سقوط هواپیما را دست کم گرفتند، اما با توجه به جان باختن تعدادی از اتباع کشورهای دیگر این مسئله بازتاب بین‌المللی گرفت. الیاس حضرتی نماینده تهران هم گفته پیشنهاد طرح سوال از حسن روحانی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی را از سوی فراکسیون امید و دیگر نمایندگان مجلس در جلسه علنی پیگیری خواهد کرد. سخنانی که به نظر می رسد برای دست کم بخشی از جمعیتی که امروز به خیابان‌ها آمدند کمی دیر باشد. تکرار شعارهای آشنا. درخواست برای تغییرات اساسی. ابراز نارضایتی عمیق از نظام حاکم. جمهوری اسلامی نمیخواد. جمهوری اسلامی. و یادآوری سرکوب معترضان در ناآرامی های آبان. کشته آبان ما 1500 نفر کشته آبان. سرکوبی که شماره دقیق قربانیانش همچنان در سکوت مسئولان مبهم است. رهبر قاتل را ستایش کنیم، کشته ندانیم که سازش کنیم، رهبر قاتل را ستایش کنیم. باران که این گزارش رو تهیه کرده الان با من، اعتراض ها مقابل دانشگاه امیرکبیر بود و دانشگاه تهران، چطور دانشگاه اینطور واکنش نشون داده؟ البته اعتراض هایی هم بود به جز این دو تا دانشگاه، در دانشگاه شریف هم که اعتراض های گسترده هم به نظر می رسید اونجا بوده و شعارهای خیلی تندی هم سر داده شد به ویژه علیه آیت الله خامنه ای رهبر ایران. اما چیزی که هست، گروهی از قربانیان از فارغ التحصیلان این دانشگاه ها بودند، دست کم 8 نفر از دانشجویان قربانیان دانشجو دانشگاه امیرکبیر بودند، 16 نفرشون دانشگاه تهران درس خونده بودند، یکیشون گفته شده که دانشجوی فعلی دانشگاه تهران بوده و خیلی از این افراد چهره دانشگاهی بودند، در دانشگاه های کانادا درس میخوندن و به هر حال به نظر میرسه که دانشجوها ابراز همدردی بیشتری میخواستن بکنن با همکلاسی های سابقشون و چهره های آکادمیک که در دانشگاه های دیگه درس میخوندن. اما این اعتراض ها درسته که از دانشگاه شروع شد اما به بیرون دانشگاه هم کشیده شد، مخصوصا دانشگاه امیرکبیر. اینطور که خبرگزاری ایرنا گفته چند صد نفر از شهروندان تهرانی در خیابون های اطراف دانشگاه امیرکبیر حضور داشتند و شعارهایی هم که میدادن مشخص در تصاویر، معمولا بیشترشون به آیت الله خامنه ای مربوط میشه، به جز شعارهایی که در گزارش اومده بود، شعارهایی هم بود مثل مرگ بر اصل ولایت فقیه، خامنه ای قاتل است، ولایتش باطل است، که از تجمعاتی که این گزارش را در این سرداده می شود مشخص بود که فقط دانشجو نبودند. به جز تهران البته تصاویری هم داریم از تجمعاتی که در اصفهان برگزار شد و تصویری که از تجمع شیراز داریم که اگر آماده هست با هم ببینید. بله، این تصاویری که می‌بینید همونطور که باران اشاره کرد تصاویر شیراز هست. باران
چقدر ممکنه که این اعتراض ها به شهرهای دیگه هم بکشه یا به جاهای دیگه در تهران؟ اطلاعات مشخصی نداریم اینکه آیا قراره که تجمعاتی برگزار بشه یا نه. چیزی که هست اینه که بعضی از هنرمندان دعوت کرده بودن که فردا در میدان آزادی هر شهری مردم برای ابراز همدردی با قربانیان این حادثه جمع بشن. رخشان بنی اعتماد کارگردان سینما توییتی کرده در چند ساعت اخیر و گفته که برای پیشگیری از هر بهانه‌جویی و برای حفظ امنیت و جان مردم داغدار این دعوت رو لغو میکنه، که شاید اینطور به نظر برسه که تحت فشار قرار گرفته که این دعوت خودش رو پس بگیره. خبر دیگه‌ای که داریم اینه که سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفته که فردا با حضور حسین سلامی فرمانده کل سپاه یک نشست غیرعلنی در مجلس برگزار میشه و یکی از موضوعاتی که گفته که قراره در این مورد در اون جلسه درباره صحبت بشه همین سقوط هواپیمای مسافربری. ممنونم از همکارم باران عباسی. امروز صبح فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن پذیرفتن مسئولیت ساقط شدن هواپیمای مسافربری خط هوایی اوکراین گفت که ترجیح میداده بمیرد تا شاهد چنین روزی باشد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران هم دستور پیگیری داده. حسن روحانی رئیس جمهوری اظهار تأسف کرده و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه هم عذرخواهی. رئیس شرکت هوایی بین المللی اوکراین گفته که تمام پروازها به ایران متوقف شده و از ایران انتقاد کرده که چرا در شرایط مشابه جنگ فضای هوایی تهران را به روی پروازها نبسته بوده. مهدی بیگی گزارش می‌دهد. 10 ثانیه فرصت داشت تصمیم بگیره و دیگه به هر حال میتونسته بزنه و میتونسته نزنه و تو این شرایط متاسفانه این تصمیم بد رو میگیره. تصمیم بدی که 176 سرنشین هواپیمای اوکراین را به کشتن داد و خانواده هایشان را داغدار کرد. فرمانده نیروی هوافضای سپاه میگوید که سامانه پدافند ساعت 12 شب در محل شلیک مستقر شده بود و هواپیمای اوکراینی را موشک کروز تشخیص داده و برای همین شلیک کرده است. متاسفیم بالاخره اینها هزینه این شیطنت ها، التهابات و اقدامات امریکا در منطقه است که واقعا اون شب ما آمادگی درگیری همه جانبه را داشتیم. رهبر ایران هم در پیامی به ستاد کل نیروهای مسلح دستور داد کوتاهی ها یا تقصیرها را پیگیری کند و مراقبت کند که چنین سانحه‌ای تکرار نشود. مسئولان ارشد دیگر ایران از جمله رؤسای سه قوه هم در بیانیه های جداگانه ضمن ابراز تأسف و تسلیت به خانواده های قربانیان، خواستار شناسایی علل و عوامل این حادثه و اطلاع رسانی شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته انتظارش از ایران تحقیق کامل و شفاف، اجرای عدالت در حق عاملان، بازگرداندن اجساد، پرداخت غرامت و عذرخواهی رسمی از طریق مجاری دیپلماتیک است. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا هم در بیانیه ای گفته که تمرکز کشورش بر این مسائل است. وداع مناسب با قربانیان، پاسخگو کردن مسببان، شفافیت و عدالت برای خانواده ها و عزیزان قربانیان. کانادا و جهان هنوز سوالهایی دارند، سوالهایی که باید پاسخ داده شوند. پیشتر با آقای روحانی رئیس جمهوری ایران گفتگو کردم. به او گفتم که اعتراف ایران به اینکه نیروهای مسلح خودشان به طور غیر عمدی پرواز 752 را هدف قرار داده اند، قدمی مهم در جهت پاسخگویی به خانواده هاست. اما تأکید کردم که اقدامات بیشتری باید انجام شود. دیروز مقام‌های ایران خبرهای منتشر شده از سوی منابع اطلاعاتی آمریکا و نخست وزیر کانادا را فضاسازی‌های مشکوک و عملیات روانی خوانده بودند. خبر ساقط شدن هواپیما توسط موشک پدافند هوایی ایران سوال‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته. از جمله اینکه چرا بامداد چهارشنبه در زمان سقوط هواپیما پرواز هواپیمای مسافربری متوقف نشده بود. سیاوش امیر مکری مدیر عامل شرکت فرودگاه‌های کشور در پاسخ به این سوال گفته دستورالعمل لغو و تأخیر پروازها برای چنین موضوعاتی را پدافند اعلام می‌کند.
در روزهای اخیر مقام‌های ایران بارها ماجرای هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری ایران از سوی آمریکا در دوران جنگ ایران و عراق را یادآوری کرده بودند. حالا شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی فیلمی از سخنرانی رهبر ایران در مورد آن حادثه را همرسانی کردند. و کسی اجازه نداره که به طرف هواپیمای مسافربری تعرضی بکنه، این رو با دریب 300 مسافر ساقط میکنید. بعد میگید اشتباه کردی، غلط کردی، اشتباه کردی. اشتباه کردی یعنی چه؟ ای کاش میمردم و چنین حادثه‌ای رو شاهد نبودم. هواپیمای بوئینگ 737 اوکراین صبح چهارشنبه دقایقی بعد از برخاستن از فرودگاه امام خمینی در مسیر کیف در سواشهر از توابع شهرستان شهریار هدف قرار گرفت. بابا من میگم شاید یه نفرم زنده مونده باشه. هیچ کس زنده نماند. تمامی 176 سرنشینش جان خود را از دست دادند. اکثر جانباختگان ایرانی و یا ایرانی کانادایی بودند. مهدی بیگی، بی بی سی. سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم از همین شهر با ماست. آقای محمودی، ایران مسئولیت رو پذیرفته، بعد از این چه اتفاقی میفته؟ وضعیت حقوقی خیلی روشن‌تر شده با این پذیرش رسمی مسئولیت از جانب ایران. معمولا اولا در این مورد باید گفت که یه جنبه داخلی داره، یه جنبه خارجی پذیرفتن مسئولیت. جنبه خارج داخلیش این است که دولت ایران پذیرفته که لااقل تا جایی که مربوط به اتباع خودش میشه در داخل ایران همه اینا رو باید جبران خسارت بکنه مطابق قوانین ایران، و حد من این است که این کار رو خواهند کرد. جنبه خارجیش در واقع دو موضوع، یکی مسئله ایرانیایی است که تابعیت مضاعف دارن، از جمله به خصوص تعداد زیادی ایرانی کانادایی یا ایرانی سوئدی، و بعد یه تعدادی که فقط از تبعی کشور خارجی هستن، از جمله خدمه این هواپیما. در مورد اینا موضوعی که ممکنه پیش بیاد به این ترتیبه، کسانی که فقط تبعی خارج هستن، ایران قطعا موظف است که بدون هیچ شرط و شروط و چانه زنی در واقع جبران خسارت بکنه. مثلا در مورد اوکراین و اتباع اوکراینی، صرف نظر از خود هواپیما که باید جبران بشه یا هواپیمای نو به همون ترتیبی که هست براش بخرن، ایران بخره و به اوکراین بده، یا اینکه معادلش رو به پول به دولت اوکراین بده، در مورد اتباع اوکراینی باید به صورت مؤثر و سریع قرامت لازم رو بده که مورد توافق بازماندگان این افراد این تصادف باشد. در مورد کسانی که تابعیت دوگانه دارند، ایرانی کانادایی، ایرانی سوئدی و غیره، ممکنه مسائل پیش بیاد به این ترتیب که از دیدگاه دولت ایران و قوانین ایران این افراد فقط ایرانی محسوب میشن. تابعیت خارجیشون رو دولت ایران طبق قوانین فعلی ایران نمیپذیره. و به همین دلیل ممکن است دولت ایران اصرار بکنه که این افراد چون فقط ایرانی هم و با گذرنامه ایرانی فقط به ایران میتونن بدن بیان، بنابراین جبران خسارتش هم باید مطابق قوانین ایران باشه، یعنی قانون دیه، و مطابق تصمیم مقامات ایرانی باشه، از نظر طول زمان، از نظر مقدار، از نظر اینکه به پول ایران مثلا غرامتی ناداده بشه. اینا مسائلی است که مطابق قوانین ایران باید تصمیم گرفته بشه. از یه سو احتمال زیاد من میدم که کانادا، سوئد و سایر کشورها که اتباعشون از بین رفتن، با وجود آگاهی از این مسئله و قوانین ایران، اصرار بکنن که این افراد به عنوان افراد خارجی محسوب بشن و مطابق اون در واقع مطابق مقررات بین المللی به صورت مؤثر جبران خسارت بشن، و به صورت مؤثر از نظر حقوقی و در بحث مسئولیت بین المللی دولت ها مفهومش این است که
جبران خسارت باید سریع انجام بشه، به یه پول بین المللی باشه و به یه میزانی که مطابق استانداردهای بین المللی است، یعنی فقط اراده ایران و قوانین ایران درش جاری نیست. اینکه ایران اینو بپذیره باید صبر کرد و دید. با توجه به شرایطی که الان هست به نظر من فشار زیاد روی ایران خواهد بود که اینو بپذیره، ولی در این حال ما موارد متعددی را دیدیم که ایران و خیلی از کشورهای جهان سوم این استدلال رو نمیپذیرن. نمونه خیلی روشن و اخیرش مسئله خانم نازنین زاغری است که از دیدگاه بریتانیا، تبعی بریتانیاست، بهش حمایت دیپلماتیک دادن، حتی از نظر ایران تبعی ایرانه و مطابق مقررات ایران باش رفتار میکنن. بنابراین باید صبر کرد و دید به چه ترتیب عمل خواهد شد. بسیار ناروشن به نظر میاد، ولی هیچ حدسی میشه زد که اگر مبلغ غرامت و مسائل مالی اون رو در نظر بگیریم، حرف از ده ها و مثلا حرف از ده ها میلیون دلار میزنیم یا حرف از صد ها و چه بسا که ممکنه به میلیارد ها دلار بکشه؟ گفتنش مشکله. من گمان میکنم که کشورهای اروپایی و غربی و علل اصول این یعنی به هر حال این مسئله پذیرفته شده است که تا جایی که مربوط به بحث مسئولیت بین المللی دولت ها میشه هنوز یه تفاوت عمده بین کشورهای جهان سوم و از جمله به خصوص کشورهای مهمی مثل چین و هند از یه سو و کشورهای غربی از یه سوی دیگه هست. یا به این مفهوم که کشورهای غربی اصرار روی مسئولیت مطلق دارن، یعنی اینکه میگن صرف نظر از اینکه این تقصیر کسی بوده، علت حادثه چی بوده، به محض اینکه یک صدمه جدی به منافع یک فردی که تبع ما هست پیش آمده، اون دولتی که این صدمه رو ایجاد کرده موظف است که به صورت مؤثر با اون تعریفی که عرض کردم جبران خسارت کنه. کشورهای جهان سوم اصرار دارن که همیشه مسئولیت ایجاد نمیشه. اگر مثلا موردی باشه که دولت تقصیری نداره خودش، یا اینکه فرض کنید سعیشو کرده که از صدمه جلوگیری کنه ولی نتونسته، لزومی نداره غرامتی بپردازه. در این مورد البته انقدر موضوع روشنه و به خصوص با این بیانیه امروز که لااقل یکی از مقامات ایرانی به طور مشخص مسئولیت رو به طور کامل پذیرفته، مشکل بشه اینجور استدلال کرد که بخوان چانه‌زنی بکنن. به نظر من ایران از نظر سیاسی قبول کرده که مسئولیت مطلق داره و باید جبران خسارت کنه، ولی اینکه چه میزان این غرامت داده خواهد شد باید صبر کرده دید. عذرخواهی به مقام های ایرانی و پذیرفتن مسئولیت به این شکل از بار حقوقی ماجرا کم میکنه؟ نه، همینطور که عرض کردم به محض اینکه دولت مسئول بپذیره این مسئله رو در واقع وظیفه اصلی، قدم اول اصلی رو انجام داده و بعد تبعات این پذیرفتنش همونطور که قبلا هم عرض کردم این است که جبران بکنه به این، مثلا فرد خاطی باید تنبیه بشه، جبران مالی بشه اگه میشه. مثلا در این مورد خاص متاسفانه وقتی کسی فوت میشه نمیشه شرایط رو باز برگردون به همون قبل، به اون وضعی که قبل از حادثه بوده، بنابراین فقط باید به صورت مالی معمولا جبران بشه و عذرخواهی بشه. شاید مثلا یک کار سمبولیکی بکنن، برای فرض کنید برای این کاری که معمولا میکنن به معنی سمبولیک این است که برای تمام این قربانیان برای هر کدومشون یه درخت بکارن یا یه میدان یا یه خیابون یا یه چیزی رو به اسمشون بذارن. این از این کارا میشه کرد و دولت‌ها معمولا میکنن این کار رو اگر جدی باشن در مسئله دادن غرامت و انجام وظیفه‌شون بر اساس حقوق بین‌الملل. آقای محمودی، فرمانده سپاه میگه که فضای جنگی تحمیل شده بر ایران دلیل این خطا بوده. این رو کسی قبول میکنه؟ در اصل ماجرا تغییر ایجاد میکنه؟ به نظر من نه. علتش هم این است که من با این تجزیه تحلیل که فضا جنگی بوده موافقم، یعنی که اینکه دولت این استدلال حقوقی امریکا که در واقع شروع این جریان بود که قاسم سلیمانی رو به عنوان تروریست ما از بین بردیم در داخل سرزمین یک کشور دیگری، این بعد کافی نیست به نظر من. این شروع به اونم به خاطر
موقعیت رسمی قاسم سلیمانی است که یه فرمانده عالی رتبه نظامی ایرانی بوده. بنابراین حمله به این شخص یعنی در واقع یک حمله نظامی به در بالاترین سطح به ایران و عملکرد ایران هم در واقع یه عملکرد نظامی بوده جوابش. به همین دلیل من شرایط رو شرایط جنگ میبینم، ولی شرایط جنگ معنیش این نیست که اشتباهی رو که یک کسی کرده و به یک هواپیمای غیر نظامی حمله شده و افراد غیر نظامی بدون گناه رو کشتن، این مانع مسئولیت میشه. بنابراین من شخصا نظرم این است که صرف نظر از اینکه ما حالت جنگ ببینیم یا نه، به هر حال ایران مسئوله و اینه هم که امروز رسما این مسئولیت رو پذیرفته، باز مؤید این است که صرف نظر از حالت جنگی و غیر جنگی، ایران برای خودش مسئولیت مدنی در قبال این تصادف، در این حادثه غم‌انگیز که پیش اومده پذیرفته این مسئله. ممنونم از سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم. گفتگوی دیگه ای داریم با فیلیپ بام، استاد دانشگاه کاونتری و سردبیر سایت بین المللی امنیت پرواز که از لندن هم با ما هستند. آقای بام، خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو به ما دادید. نیروهای مسلح حریم هوایی ایران رو در زمان حادثه نبسته بودن. چه اتفاقی باید بیفته که حریم هوایی بسته بشه؟ فکر میکنم تردیدی وجود نداره که حریم هوایی کشور باید بسته میشد و برداشت من اینه که تقاضایی هم انجام شده بود، صورت گرفته بود که این اتفاق بیفته، اما ارتباطات به خوبی برقرار نشد و چیزی که ما شاهدش هستیم نتیجه فاجعه بار این اتفاق، نه فقط خطای انسانی کسی که این موشک رو به سمت یک پرواز غیر نظامی شلیک کرد، بلکه همچنین از کار افتادن اون روند مکالمات بین نهادها در اون زمان مشخص. با توجه به اتفاقی که افتاده، هیچ اعتمادی به امنیت حریم هوایی ایران باقی مونده؟ من فکر میکنم که میشه هنوز اعتمادی باشه، ولی طبیعتاً در حال حاضر زمان خیلی خیلی حساس، خیلی از افراد دارن سوالهای مختلفی مطرح میکنن، اینکه در اون زمان امن بود پرواز کردن و اینکه ارزیابی ریسک لازم که انجام شده بود باید به این نتیجه میرسید که پرواز در اون زمان امن هست یا نه. من به این نتیجه رسیدم که پرواز امن بود در ایران، در فضای ایران، تا اون زمانی که ایران شروع کرد به حمله موشکی به پایگاه‌های آمریکا در عراق. از اون لحظه به بعد با توجه به اینکه ممکن بود آمریکا یک اقدام انتقامی انجام بدن، با توجه به این واقعیت که میتونستن آمریکایی‌ها بیان و هدف‌های ایرانی رو هدف قرار بگیرن، همه طرف‌ها باید به این نتیجه می‌رسیدن که دیگه فضای حریم هوایی ایران یک فضای امنی نمیتونست باشه. اما از حالا به بعد فکر نمیکنم لزوما باید به این نتیجه برسیم که پرواز در فضای ایران از این به بعد امن نخواهد بود. اگر یه خطای انسانی باعث چنین حادثه شده، از نظر شما چه تضمینی وجود داره که دوباره چنین خطای انسانی پیش نیاد؟ متاسفانه هیچ تضمینی وجود نداره. واقعیتش اینه که یکی از نگرانی‌های اصلی من راجع به امنیت هوانوردی در تمام جهان اینه که میتونیم همه تدابیر لازم رو اتخاذ کنیم، اما در نهایت ما وابسته انسان‌ها هستیم، انسان‌هایی که باید در فرودگاه مثلا چمدون‌ها رو اسکن کنن، بازبینی کنن، و انسان‌هایی که باید هواپیما
هواپیماها رو به پرواز در بیارن. این یک نگرانی که در تمام سطح جهان وجود داره. بحث در گذشته بحث سلامت روانی خلبانها رو داشتیم، تا چند اندازه هوشیار هستن، در چه شرایط روحی روانی به سر میبرن. بنابراین هیچ وقت تضمین امنیت 100% وجود نداره، ولی خب باید یک موازینی باشه و یک تدابیری باشه. به طور مشخص وقتی که بحث حیطه نظامی مطرح میشه، یک سیستم کنترل، فرمانده کنترل بسیار بسیار دقیق باید در کار باشه که چنین حادثه های اتفاق نیفته. بنابراین اینجا بحث مدیریت بود هم که خراب از آب در اومد، بحث ارتباط بین نهادها هم بود که خراب از آب در اومد. گفتید که در حال حاضر شاید مشکل چندانی نباشه. اگر خود شما بخواید جایی برید و هواپیمای شما از آسمان ایران عبور بکنه، حاضرید با اون پرواز سفر کنید؟ خب من باید انتخاب کنم که با چه خط هوایی پرواز کنم و بعد پروازهای هواپیمایی هایی که من انتخاب می کنم، همه این خطوط هواپیمایی ها یک دپارتمان امنیتی و ایمنی دارند و یکی از وظایف این دپارتمان ها اینه که یک ارزیابی دقیق و مؤثری از ریسک های هر مسیر پرواز به عمل بیارن. طبیعتا در حال حاضر افراد خیلی نگران هستن، مردم خیلی نگران هستن از اینکه بخوان روی ایران پرواز کنن. اگر شما سوار یک هواپیما هستین و یک دفعه به نقشه‌تون نگاه میکنین توی هواپیما و ببینید او اینجا یک شهر ایرانی هست، داریم از روی ایران رد میشیم، طبیعتاً خیلی ناراحت کننده خواهد بود و این طبیعیه، همیشه بعد از ثانه‌ها اتفاق میفته. من شخصاً اعتماد دارم به اون دپارتمان‌های امنیت و ایمنی هواپیمایی‌هایی که انتخاب می‌کنم برای اینکه باهاشون پرواز کنم. طبیعتاً باید دقت داشته باشیم که همیشه اشتباه بر روی یک کشور خاصی اتفاق نمیفته. خود اوکراینی ها در سال 2001 هواپیمای سایبریان ایرلاینز رو بر فراز دریای سیاه در حالی که داشت از تل آویو به نووسیبیرسک در روسیه میرفت ساقط کردند. این یک فاجعه بود، یک ضایعه بود، یک اشتباه انسانی بود و خرج زیادی هم روی دست دولت اوکراین گذاشت برای اینکه باید به قربانی ها غرامت پرداخت میکردن. به همون ترتیب که آمریکایی ها غرامت پرداخت کردن به قربانیان پرواز ایرباس ایران که در 1988 ساقط کردن. ممنونم از فیلیپان، استاد دانشگاه و کارشناس ایمنی پرواز. از روز چهارشنبه که این سانحه رخ داد، مقام های ایران احتمال سقوط هواپیما به دلیل شلیک پدافند رو رد میکردن، ولی سرانجام با افزایش فشارها مجبور به پذیرفتن این موضوع شدن. بهنام قلی‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران از پراگ در جمهوری چک با ماست. آقای قلی‌پور، شما در این 3-4 روز خیلی فعال بودید. حکومت از نظر شما یا رسانه‌های حکومتی در اطلاع رسانی چطور عمل کردند؟ ببینید، حکومت از روز چهارشنبه در واقع تلاش کرد که این مسئله رو جا بندازه که مشکل هواپیمای اوکراینی نقص فنی بوده. مقام‌های هواپیمای کشوری ایران بارها اعلام کردن که بدون اینکه در واقع محل رو بررسی کنن یا جعبه سیاه رو ببینن، مدعی شدن که نقص فنی در یکی از موتورها و آتش‌سوزی در یکی از موتورها باعث سقوط این در واقع هواپیما شده. اما به تدریج واقعیت‌هایی از همون صبح منتشر شد که بخشی از خبرنگارها و برخی از اکتیویست ها و فعالان شبکه‌های مجازی رو برون داشت که برن تحقیق کنن. 4 تا نشانه مشخصی وجود داشت که تردیدها در مورد علت سقوط این هواپیما رو برد بالا. اولیش امنیت بالای این هواپیما بود. دومی شاهدان اینی بودن که میگفتن که 3 تا انفجار شنیدن. سومی که تقریبا شروع شد تصاویر لاشه این هواپیما بود که وقتی منتشر شد نشون داد که یک حفره‌هایی روی بدن این هواپیما هست که دقیقاً شبیه حفره‌هایی هستش که روی بدن هواپیمای مالزی بوده که در مرز ایران و اوکراین و روسیه سقوط کرد. و در واقع میشه گفت آخرین ضربه رو، آخرین قطعیت رو یک تصویری متعلق بخشی از بدنه موشکی بود که این هواپیما را سرنگون کرده بود. این تصویر باعث شدش که دست کم من رو به این
واقعیت برسونه که قطعا هواپیما از طریق برخورد با یک شی بیرونی سرنگون شده، چون مقام های جمهوری اسلامی در روز اول انکار کردن، نقص فنی رو گفتن. در روز دوم وقتی که مقام های غربی اعلام کردن که اعتقاد دارن که این هواپیما با موشک سرنگون شده، موضوع جنگ روانی رو انداختن، جنگ روایت ها رو انداختن، شایع پراکنی کردن، جعل کردن، بخش زیادی از رسانه ها رو در اختیار خودشون گرفتن، لشکر سایبری خودشون در شبکه های اجتماعی فعال کردن، اخبار دروغ در مورد بوئینگ منتشر کردن، اخبار دروغ در مورد هواپیما اوکراین منتشر کردن، اما در نهایت موفق نشدن و ترجیح دادن که پذیرش مسئولیت سرنگونی این هواپیما هزینش به مراتب کمتر از عواقبی هستش که در آینده در انتظارشون هست. با این فضایی که ایجاد شده، خدشه‌ای که به رسانه‌های حکومتی وارد شده، واقعا چه توضیحی دارن الان؟ چه حرفی میزنن در زمینه آنچه که گفته بودند؟ بخش زیادی از رسانه‌ها دچار شوک شدن، بخش زیادی از فعالان سایبری وابسته به حاکمیت، وابسته به دولت و وابسته به نهادهای نظامی دچار شوک شدن، اعتبارشون رو زیر سوال رفته، اعتقاد دارن که فریب داده شدن، اعتقاد دارن که باید با اینها با صداقت رفتار میشد. بارها اعلام کردن که به واسطه اطمینانی که به مقام‌های مسئول داشتن، اقدام به تهیه اخبار و گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که کردن که رد می‌کرده این موضوع برخورد موشک رو. در واقع این اتفاقی که افتاد به نظرم یک ضربه بزرگی به رسانه‌ها و بخش زیادی از مجموعه شبکه‌های اجتماعی که وابسته به نهادهای دولتی و حکومتی هستن وارد کرد و این نشون میده که ما در داخل ایران نیاز داریم به خبرنگاران آزاد، به رسانه‌های مستقل که بتونن مواردی از این دست رو بیشتر و مستقل تحقیق و بررسی کنن در موردش. بسیار ممنونم از بهنام قلی‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران از پراگ با ما. اینجا در لندن گروهی از مخالفان جنگ در خیابان‌های مرکز شهر راهپیمایی و تجمع کردند تا مخالفت خودشون رو با هر نوع درگیری نظامی تازه در خاورمیانه اعلام کنند. سازماندهی این راهپیمایی و تجمع از چند روز پیش شروع شده، هنگامی که خطر وقوع جنگی تمام عیار میان آمریکا و ایران به بالاترین حد خود رسیده بود. همزمان گروهی هم برای نشان دادن همدلی با قربانیان فاجعه هواپیمای اوکراینی در مقابل سفارت ایران جمع شدند. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. در مقابل دفاتر بی بی سی در مرکز لندن امروز، تجمع و اعتراض مخالفان جنگ که احساس میکنن وقایع چند روز گذشته در منطقه خطر جنگ را افزایش داده است و عمدتا دونالد ترامپ را مسئول آن میدانند. شرایط خیلی خطرناکه. نمیفهمم که چطور جنگ میتونه درست باشه، قانونی باشه یا به نفع بشریت باشه. در روزهای گذشته با اقدام آمریکا در کشتن قاسم سلیمانی و به دنبال آن حمله موشکی ایران به پایگاه هوایی آمریکا در عراق، نگرانی‌ها را در بریتانیا هم از شروع جنگ افزایش داده است. اینها مخالفان جنگ هستند، مخالفان جنگ با ایران، کسانی که فکر می‌کنند وقتی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توافق هسته‌ای را رها کرد، در واقع کشورش را در مسیر جنگ با ایران قرار داد. جنگی که میگن ممکنه نه تنها ایران و آمریکا رو درگیر کنه که کشورهای منطقه و حتی فراتر از منطقه رو. شما ایرانی هستی، آمدی برای این تظاهرات ضد جنگ، چرا؟ برای اینکه من از هر دو طرف خستم، از اینکه ایران همش تیتر اول روزنامه ها بوده، از اینکه رژیم ما اینقدر فاسده، از اون ور که ترامپ بله میکنه. من به عنوان یه ایرانی خستم از این اوضاع، فقط دلم میخواد که صلح باشه. دلم اصلا برای هیچ کدومشون، میدونم رژیم ایران خیلی خیلی هم فاشیسته، هم دیکتاتوریه، هم همه چیه، ولی از این برم نمیخوام کشورم بمباران بشه، نمیخوام مردمم بمیرن، میخوام فقط همه جا صلح باشه. کمی بعد این در میدان ترافالگار که تظاهر کنندگان در آن جمع شده. جرمی کوربین رهبر حزب کارگر سخنران اصلی، او گفت از دولت میخواهد مذاکره و حقوق بشر را انتخاب کند و نه حمایت از ترامپ و جنگ را.
پیام ما امروز اینجا در میدان ترافالگار این است که ما می‌خواهیم کشورمان از نفوذش برای رسیدن به صلح استفاده کند و نیرویی برای صلح در جهان باشد و کورکورانه از آمریکا حمایت نکند. در کنار میدان این بام سفارت کانادا که پرچمش را به احترام قربانیان حادثه سقوط هواپیمای خطوط هوایی اوکراینی پایین آورده است. ساعتی دیرتر و چند کیلومتر آن طرفتر، این در مقابل سفارت ایران در لندن، تجمعی گروهی از ایرانیان برای ادای احترام به کشته شدگان حادثه سقوط هواپیما و همدردی با خانواده هایشان و طلب حقیقت گویی از مقام های ایران به جای دروغ گویی. رها بحرینی یکی از تجمع کنندگان بود، کسی که او را به عنوان یکی از سخنگویان عفو بین الملل می شناسیم و امروز در مقام شخصی اینجا بود. من به همراه خیلی از کسان دیگه‌ای که ساکن لندن هستند در همدلی و همدردی با خانواده‌های کشته شدگان به اینجا آمدیم و همینطور برای درخواست از مقام‌های ایرانی که حقایق رو به طور کامل در اختیار عموم قرار بدن و باید عدالت در حق خانواده‌های بازماندگان صورت بگیره. یا دبستانی من با من و همراه منی. بعضی‌ها از شهرهای دور از لندن به اینجا آمده بودند برای همدردی با هموطنانشان در ایران. کسرو نجی، بی بی سی، لندن. ریاست جمهوری افغانستان تایید کرده که 13 شهروند این کشور در سانحه هوایی ایران کشته شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری در اعلامیه گفته که دولت تلاش می‌کند هر چه زودتر بازمانده های این سانحه را شناسایی و به خانواده آنها کمک کند. وزارت خارجه افغانستان هم گفته که با طرح کانادا برای تشکیل گروه بین المللی هماهنگی و پاسخدهی به خانواده های قربانیان این رویداد موافق است. ضیا شهریار به برنامه پیوسته، همکارم، بیشتر در این زمینه با هم صحبت بکنیم. اول از این 13 نفری بگو که اتباع افغانستان بودند و در این پرواز. در یکی دو روز گذشته تلاش داشتیم که جزئیات بیشتر در مورد شهروندان افغانستان که در این پرواز کشته شدند پیدا بکنیم. با امروز وزارت خارجه افغانستان رسمی اعلام کرد که 13 نفر شهروندان افغانستان در این پرواز کشته شدند. 6 نفر افغانهایی بودند که تابعیت سویدنی یا سوئدی داشتند. 3 نفر هم افغانهایی بودند که شهروند آلمان هم بودن و 3 یا 4 نفر دیگه هم شهروندای تنها شهروندی افغانستان داشتن که در میانشون بچه و چای خردسال، در میانشون خانم ها، بچه های پسر نوجوان بودند. از جمله یکی از این خانواده ها سکینه احمدی که از آلمان در آلمان مشغول پرستاری بوده با دخترش مهدیه و محسن، پسرش محسن احمدی که آمده بودن به ایران به دیدار اعضای خانواده هایشان، در حال برگشت به آلمان بودن که در این هواپیما کشته میشن. ما ساعت پیش با یکی از بستگان سکینه که داستانش زیاد در شبکه های اجتماعی بین کاربرای افغان و ایرانی بحث در موردش شد صحبت کردم و نخست از او پرسیدم که چگونه از کشته شدن سکینه و بچه هایش خبر شد. سپسادش گوش میکنیم. باورتون نشه، ما خب مثل خیلی از آدم های عادی پا شدیم صبح، دیدیم آره یه حادثه اتفاق افتاده. اصلا فکرشو نمی کردیم که این حادثه اینقدر به ما نزدیک باشه، از بستگان ما باشه. زمانی ما متوجه شدیم تقریبا حدود ساعت 9 صبح که یعنی متوجه شدیم دقیقا این هواپیما، هواپیمای تهران کیف، هواپیمایی بوده که سکینه جان توش بوده و پرواز 5 صبح بوده و تا اونجایی که میتونم یعنی ذهنم یاری میکنه این پرواز 1 ساعتی هم تاخیر داشته، یعنی ساعت 5 خوردهی بود پرواز و ساعت تقریبا 6 خوردهی بلند شد. متاسفانه یعنی اگر این پرواز سر تایم بلند می شد شد این اتفاق رخ نمی داد. چون باورت می نشه ولی من جهنم و گلوی چشام دیدم. ما تو خونه خودمون یعنی اوضاع رو دیدیم به حدی که الان ما هممون می گیم جهنم
یکی زدن جهنم نیست، جهنم همینجاست، بهشت همینجاست، توی خونه ما الان جهنمه. پدر مادر این عزیز الان به اندازه 100 سال پیر شدن، به اندازه 100 سال رنگ دیدن، زرش کشیدن. یکی از بستگان سکین احمدی بود که با دو طفل خردسالش در این حادثه کشته شدن. یک زوجی که زیاد بازم در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه دمونشون صحبت زیاد شد در این حادثه کشته شدن، رحیمه کاتبی از ولایت میدانوردک و حسن حسین رضایی از هلمند که اینا هم از سویدن رفته بودن به تهران و مراسم نامزدی خود اونجا برگزار کرده بودن، در کنار خانواده‌هایشان، خانواده‌هایشان تأکید داشتن که اونجا باشن. ما با عموی خانم صحبت کردم و با عموی خانم کاتبی گفت که خانواده‌شان کاملا سوگوار هستند. فقط عموش توانسته بود که فقط برای چند ساعت محدود ببینه چون در برامین زندگی میکرد، ولی گفت که دیروز مراسم فاتحه‌شان در تهران برگزار شده بود. هردوشان جوان بودن و با علاقمندی زیاد آمده بودن در کنار خانواده‌شان مراسم برگزار کردن، میخواستن برگردن و در مشغول درس بودن در سویدن. یک جوان دیگه برام مهدی تاجک که از سویدن رفته بود، بازم دوست ایرانیش تصویر و داستانش رو به تلگرام فارسی بی بی سی فرستاده بود، گفت که دوستایش در سویدن سوگوار هستن، دو سال درس خوانده بود و مشغول آموزش مهندسی بود فکر میکنم. به هر حال حادثه بسیار تلخ بوده و مثل شهروندای ایرانی و شهروندای دیگه کشورها افغان هم مشغول سوگواری هستن. در مورد خدمات کنسولی یا حمایت مقام های دولتی واکنشی در افغانستان داشتیم یا در میان شهروندان افغانستان؟ دولت افغانستان از آغاز حادثه و مجرد که اعلام شد که شهروندان افغانستان دیش هستن، حداقل از نظر رسانه حضور فعال داشتن. آقای رئیس جمهور اشرف غنی خودش چندین بار گفت که با رئیس جمهور ایران صحبت کرده، اوضاع را از نزدیک دنبال میکنه. وزارت خارجه افغانستان امروز اعلام کرد که دو روز پیش البته اعلام کرد که یک هیئت را برای ایران فرستاده برای تثبیت کنند وضعیت افغانایی که در این حادثه کشته شدند، و امروز هم گفت که به گروه میپیونده، گروه بین المللی کانادا ابتکارش به دست داره برای رسیدگی به وضعیت بازمانده های قربانیان این حادثه. سفارت افغانستان هم من امروشون صحبت کردم، گفت که ما در تماس هستیم با خانواده های کشته شده ها، ولی با خانواده های افغانی که صحبت کردم، از جمله خانمی که پیشتر صحبت کرد و عموی خانم رحیمی، اونا دیدگاهشون بود که تماس از سفارت بهشون به شکل که لازم بوده گرفته نشده، ولی هنوز منتظر هستن. مقامات ایرانی با بعض از این خانواده ها تماس گرفتن برای گرفتن دی ان ای تا تثبیت بکنن که اجساد و بخای اجساد پیدا بکنن. و امروز سفیر ایران در کابل با وزیر خارجه افغانستان دیدار داشته و وزارت خارجه افغانستان اعلام کرده که صحبت های بیشتر در این مورد شده و این که افغانستان چی کار انجام داده میتونه برای کمک و تحقیق و بررسی حادثه. ممنونم از ضیا شهریار اینجا در استودیو با ما. اما اجازه بدید که بریم به یک میهمان. سعید معیدفر جامعه شناس از تهران با ما هستن. قبل از اینکه با آقای معیدفر صحبت بکنیم، من یه توضیح بدم که باز هم به واکنش بعضی از بستگان افرادی که در این پرواز کشته شدن باز خواهیم گشت. من تا آقای معیدفر، در روزهای گذشته واکنش‌های متفاوتی از ایران دیدیم، خصوصا در جامعه. اول من می‌خواستم ببینم که از نظر شما با توجه به اینکه نشانه‌های قوی وجود داره از اینکه احساسات افکار عمومی جریحه دار شده، انتظار چه واکنشی رو میشه داشت؟ سلام میکنم خدمت شما و بینندگان محترم. هر حال ما با توجه به شرایطی که در جامعه پیش آمده و متاسفانه با یک بحران عمیق اجتماعی روبرو شدیم، از این جهت که یک انتظارات وسیعی به وجود آمد، خصوصا بعد از حوادث اخیر، و نهایتا بعد از اون انتظارات وسیع مجددا یک
ناکامی شدیدی برای جامعه به وجود آمد، خصوصا با توجه به مشکل دروغ پردازی که در اطراف سقوط هواپیمای بوئینگ انجام شد. نهایتا امروز جامعه ما در یک شوک عظیم فرو رفته و البته معمولا این مسئله طبیعی هم هست، از اونجا که متاسفانه اساس اعتمادی که نظام ما بر روی یک نوع شور جمعی داشته تا یک نوع مبانی اساسی حیات اجتماعی، نتیجتاً هرگاه که زمینه برای شور جمعی پیش می آمده یک وضعیت شکننده به وجود آمده. ببینید به هر حال جامعه می تونه در حالت عادی مبنای تعاملات، ارتباطات از سطح خانواده تا سطوح بالاتر باشه، ولی وقتی که یک نظامی اساس جامعهش رو میگذره بر شور جمعی و نهایتاً در تلاش هست با رفتارهای جمعی زمینه‌های همبستگی رو فراهم بکنه، این وضعیت بسیار شکننده میشه. بنابراین شما ملاحظه میکنید که یک باره یک شور جمعی در حوادث چند روز گذشته به وجود میاد و بلافاصله بعد از اون مجدداً یک حادثه عظیم و شوک‌آوری به جامعه وارد میشه. نتیجه این قضیه این هستش که همون شور جمعی که تا چند روز قبل وجود آمده بود و انتظارات عظیم و انفجاری رو در جامعه ایجاد کرده بود، همون شور جمعی یک باره با این حادثه همه پودر میشه و به آسمان میره. این متاسفانه ناشی از اینه که ما به جای اینکه بیایم و مبانی تعاملات اجتماعی صحیح رو از طریق خانواده تا سطوح دیگه، احزاب و گروه ها و انجمن ها و تشکل های دیگه فراهم بکنیم و افراد جامعه رو در گروه بندی های مختلف به هم پیوند بدیم، یک پیوند دائمی و پایدار، متاسفانه زمینه های چنین پیوند هایی رو از بین بردیم و نهایتا مردم رو معمولا هر چند یک بار میخوایم توی انتخابات و توی حوادث دیگه بکشونیم جلو و اینه که متاسفانه الان وقتمون یه مقدار کمی به جامعه شوک زده اشاره کردید. در ماهای گذشته خصوصا چند روز اخیر شوک‌های متعددی وارد شده، چه اتفاقی میفته بعد از این؟ واکنش چه انتظاری از واکنش جامعه میشه داشت؟ ببینید طبیعی است الان وقتی که آدم توی سایت ها و جای دیگر رو میبینه و تقریبا آثار اتفاقی که از صبح امروز خصوصا ایجاد شده رو میبینه، نهایتا الان به عبارت اون اعتماد بنیادین که حتی افراد میتونن به خودشون و به اطرافشون داشته باشن، اون اعتماد بنیادی که در واقع محصول زحمت هایی است که پدر و مادرها کشیدن و بچه ها را در یک کانون اعتماد پرورش دادن و بعدا این حوزه ها گسترش پیدا کرده، نتیجتا امروز آدم نگاه میکنه تو جامعه میبینه که حتی آدم ها نسبت به خودشون، نسبت به همه چیزشون شک میکنن. چرا؟ چون تا چند روز قبل مثلا فرض بفرمایید یه عده زیادی به دلایل میهن پرستانه یا به هر دلیل دیگه در یک مراسم شرکت کردن و الان ملاحظه میکنن که متاسفانه یک شرایط دیگه‌ای به وجود آمده که دقیقاً مقابل اونه. بنابراین احساس دروغ شنیدن، احساس پوچی، احساس بی‌اعتباری، احساس بی‌اعتمادی چنان جامعه رو فرا میگیره و میتونه واقعاً جامعه رو تو مرز فروپاشی ببره که الان تقریباً یه اتفاق افتاده. یعنی الان انصافاً آدم نگاه میکنه به سالا گفتگوها و چتها و در این زمینه ها، احساس میکنه که یک درد وحشتناکی به جامعه وارد شده که نمونش رو واقعاً توی دهه های اخیر ما اصلاً نمیتونیم ببینیم. یعنی تو تاریخ معاصر بی نظیر این شکل. آقای محیط فرما، در مورد فروپاشی اجتماعی خیلی از جامعه شناسان خصوصا بعد از تحولات اخیر شنیدیم، مفهوم این فروپاشی اجتماعی چیه؟ یعنی اگر شما بخواید این رو توصیف بکنید، چه اتفاقی در تهران، در شهرستان‌ها یا در مثلا روستاها میفته؟
ببینید، من مدت هاست که بیان کردم که جامعه ایران در حال حاضر فرو پاشیده هست. یعنی چیزی نیست که ما بگیم فرو خواهد پاشید، یعنی الان فرو پاشیده است. دلیلش هم اینه که ما جز کانون خانواده بقیه کانون هامون از بین رفته. یعنی تمام عرصه های دیگه ای که انسان ها میتونن با هم دیگه ارتباط داشته باشن، تعامل داشته باشن و به هنجار عمل بکنن، همه اینا از بین رفته و ما آثار این فروپاشی رو در نابسامانی اجتماعی داریم میبینیم. آسیب های اجتماعی عظیمی که به وجود آمده، فسادها، مشکلات عظیم اقتصادی اجتماعی و حتی در عرصه روابط بین الملل داریم میبینیم. بنابراین من اعتقاد ندارم که در آینده فروپاشی اتفاق میفته. در حال حاضر جامعه ایران درگیر این فروپاشی شده و دائم تلاش میشه، مردم میخوان به هر دلیلی دوباره خودشون رو پیدا کنن، میان دور یک مجموعه مثل همین چند روز اخیر، ولی باز میبینن که نمیتونه اون عنصر اونها رو از این وضعیت فروپاشیده نجات بده. بنابراین همچنان در اعماق این فروپاشی دارن فرو میرن و نهایتا این میتونه آثار و عواقب وحشتناکی داشته باشه. به هر دلیل ملاحظه کردیم ما متاسفانه حوادث آبان ماه که چه مسائلی رو به وجود آورد، چه خرابی ها، چه ویرانی هایی رو ایجاد کرد، چه افرادی از بین رفتن، چگونه خشونت گسترش پیدا کرد. من فکر کنم یکی از آثار عظیم این به اصطلاح وضعیتی که پیش میاد در آینده یک خشونت عظیمتر، گسترده تر و در واقع نابسامانی و مشکلات است. یعنی به عبارتی ما در یک چرخه شدید و با سرعت بیشتر داریم میریم به سمت بحران‌های اجتماعی وسیع‌تر. آقای محیط‌فر، وقتمون زیاد نیست، ولی وقتی که تشییع جنازه قاسم سلیمانی رو دیدیم، بسیاری میگفتند که از این نشانه میشود نتیجه گیری کرد که اگر جنگی در بگیره باعث اتحاد ایرانی‌ها خواهد شد، ناسیونالیسم ایرانی رو تحریک میکنه. الان چی فکر میکنید؟ در هر صورت در 4-5 روز اخیر یک بار ایران تا آستانه یک جنگ تمام عیار با آمریکا پیش رفته. ملاحظه فرما، اول صحبتم اشاره کردم ما دو نوع اجتماع رو میتونیم تعریف کنیم. یه نوع اجتماعی که در واقع به صورت عادی و مستمر و پایدار میتونه باشه، یک اجتماعی که شما بر اساس شور جمعی را بیاندازید. ببینید، مثلا فرض کن وقتی که یک جایی دعوایی میشه یا یک حادثه عظیمی اتفاق میفته، آدم‌ها در واقع درگیر یک شور جمعی میشن و بلافاصله وقتی که اون زمینه از بین رفت، اون شور جمعی تمام میشه، میره کنار. یعنی افراد درگیر زندگی عادی میشن. اون حوادثی که در واقع تو این هفته اتفاق افتاد تماما بر اساس شور جمعی بود. به همین دلیله که من مطمئنم در واقع اگر اتفاقی بیفته، جنگی در بگیره، جامعه ما اون انسجام لازم رو برای درگیر شدن با این جنگ نخواهد داشت. چرا؟ چون واقعا همه زمینهای بقای چنین جامعه امروز دچار لطمات و صدمات عظیم شده. ما تمام زمینهای در واقع تحقق اجتماع رو از بین بردیم. به همین دلیل که در لحظه ی حادثه هیچ چیزی به کمک ما نخواهد آمد. ممنونم از سعید محیط‌فر، جامعه شناس از تهران. بیننده برنامه 60 دقیقه هستید، برنامه ویژه که این برنامه امشب 90 دقیقه است، 30 دقیقه دیگر هم ادامه داره. ممنونم از شما که تا این لحظه بیننده این برنامه ویژه هستید. و اما 57 سرنشین هواپیمای اوکراینی شهروند کانادا بودند. همونطور که اشاره شد، از روز حادثه تا حالا هم چند مراسم یاد بود برای اونها در شهرهای مختلف برگزار شده، از جمله در دانشگاه‌هایی که بعضی از این قربانیان در آن تحصیل کرده بودند. در دانشگاه تورنتو هم دیشب با حضور رئیس این دانشگاه گرد همایی رسمی برای 6 دانشجوی درگذشته این حادثه برگزار شد. بهمن کلباسی با این جمع و خانواده و دوستان 5 مسافر دیگر این پرواز مرگبار گفتگو کرده. عصر غم‌زده دانشگاهی که 6 دانشجوی برجسته ایرانی کاناداییش را به یک باره در پرواز هواپیمای اوکراین از دست داد و حالا راه کمی التیام دور هم آمدن دوستان، همکلاسی ها و استادان آنهاست. گرزی دل برارم ماهی آرمو
سوگ استاد برای دانشجوی دکترایی که میگوید از بهترین ها بود. طور خاص محمد امین اینجا دانشجوی دکترای علوم کامپیوتر بود، از سال 2017 تو گروه من کار میکرد. کارش طراحی کنترلر برای نسل بعدی اینترنت بود. بسیار آدم متواضع، بسیار آدم آروم و در این حال بسیار آدم موفق از نظر علمی. کاری که داشت میکرد کاری بود که اثر خیلی بلند مدتی میتونست داشته باشه روی آینده اینترنت. در گوشه دیگر شهر دوستان سالیان و سال خانواده‌ای که 4 عضوش را از دست داده در ناباوری به عزا نشستند. 5 سالش بود صوفی. شون در تماس بودیم؟ باشون ندم. گفت 4 تا گلم از دست دادم. گفت سهندم، الوندم، نگارم، صوفی، نگارم، هم اسم عروسش رو میگفت. خیلی باور نکردنی بود. سنگینه خیلی، میدونی؟ خیلی سنگینه. اتفاق گلد. عجیبیه. اینکه چه جوری این هواپیما صعود کرده، آیا فرقی به حال آدم میکنه؟ فرق میکنه. چه فرق؟ ببین خب اتفاق پیش میاد، آدم راحت‌تر میتونه بپذیره که یه اتفاق، حالا نقص فنی یا هر چیزی ممکنه پیش بیاد، واسه هر کسی پیش بیاد و خیلی دردناکه. ولی اگر که اشتباه بوده باشه و یه چیزی که به راحتی میشه جلوش رو گرفتون، شرایط سخت باید به فرودگاه ها تعطیل میشد، میدونی، به راحتی میتونست این اتفاق جلوگیری پیدا بکنه. این سخت ترش، این خیلی سخت ترش میکنه. سختی مضاعفی که فرزندان یک قربانی دیگر سقوط هواپیما، نیلوفر صدر حاج سید جوادی، نمیخواهند به آن فکر کنند. مادری که نه به خاطر شهرت پدرش احمد صدر حاج سید جوادی، وزیر دادگستری دولت مهندس بازرگان، که به سبب عشقی که به همه اطرافیانش میورزید، جایش بسیار خالی است. عشقی که تو وجود مامانم بود بی نظیر بود، یعنی احساس میکنم استثنایی بود. منم 2 بچه دارم، گاهی عصبانی میشم با بچه هم. مامانم همیشه میگفت نه آسی، عشق رو باید عشق رو انتخاب کنی. در اون هیچ جای سوالی نبود، یعنی هیچ آپشن آلترنتیو دیگه وجود نداشت. چطور میتونی عصبانی باشه؟ و این برخوردش با همه بود. احساس میکنم هر جایی که رفت، از هر جایی که گذر کرد، از هر شهری، کشوری، کامیونیتی، اصلا این عشقش گرم میکرد فضا رو و همه اینو تایید میکنن. پیغامایی که میخونی و توصیفایی که دوستامون ازش میکنن، اصلا حد دلگرم میکنه آدمو که میگم خوش به حالش، کاش بتونم اون لگسیشو حفظ کنم و ادامه بدیم. چطور میشه؟ و این سوال خیلی برام پیش میاد. فکر میکنم عشق خالص بود. به خاطر کاری که توی این گالری خاله من میکرد، مامان چند سال، اصلا ما موندیم که چقدر آدم دارن همینجوری رو فیسبوک و سوشال میدیا پست میکنن. اصلا ما نمیشناسیم اینا رو. اصلا میگم اون واسه خودش، اصلا جدای از بزرگم و ما و فامیل نیکنام و سر، اون اصلا واسه خودش نیلوفر سر. اصلا یکی از دوستان توی مراسم تهران خونه پدر بزرگم دیشب حرف زده بود، یه حرف قشنگی که زد که منم بهش فکر میکنم. خب این فاجعه خیلی بزرگیه برای همه ایران و دنیا و کانادا و همه داریم براش عزاداری میکنیم. این خانم تو حرفاش میگفت من مطمئنم نیلوفر توی هواپیما همون چند لحظه ای هم که ترسی بوده، مطمئنم داشته مادری میکرده تو هواپیما واسه مسافرهای دیگه. مادر من همیشه میگه من تو هواپیما خیلی آرومم. براش 2 اتفاق اینطوری افتاده. یه دفعش خیلی شدید بوده ولی رد کردن و به مقصد رسیدن. و همیشه به هم میگفت سهم من
خیلی آروم بودم، خیلی آروم بودم. اینو من هی میاد تو مغزم و احساس میکنم، فکر میکنم آروم بوده اگه چیزی فهمیده، اگه و اینکه با نمیدونم چند نفر دیگه، 176 با 176 نفر دیگه تنها نبوده، با هم رفتن، با هم بودن، با هم رفتن، با هم رفتنی که مسئولیتش را حالا مقام‌های نظامی ایران به عهده گرفتند و بر بار اندوه فامیل، دوستان و همکاران قربانیان افزودند. بازماندگانی که سعی می‌کنند یاد عزیزانشان را سال‌های سال زنده نگه دارند. بهمن از محل برگزاری مراسم یادبود قربانیان به ما پیوسته. بهمن، این فضای غمبار از جامعه ایرانیان کانادا رخت بر نچیده. جمال، من صدای تو رو به سختی میشنوم. مراسم یادبودی است برای دو قربانی دیگر این فاجعه در تورنتو. این روزها هر گوشه شهر بوی عزا میده. پریناز و ایمان، 33 و 34 ساله، زوجی که 12 سال با هم بودن و در این هواپیما به خانه برمیگشتند، جان خودشون رو دست دادن. نیاز نیست که این دو نفر رو بشناسید برای اینکه بدونید که چقدر مورد علاقه اطرافیانشون بودن. جای سوزن انداختن در این سالونی که من ایستادم نیست. جمعیت زیادی، بسیار اندوهگینه، غم سنگینی اینجا حاکمه و همونطور که در گزارش هم دیدید در سراسر این شهر این حال و هوا وجود داره. من با علی مصطفی رو اینجا کنارم دارم که دوست 15 ساله ایمان هست. پریناز، همسر او، رئیس یک شعبه بانک بوده در اینجا. ایمان هم تو کارهای مالی فعال بوده. شرحی بدید از دوستتون ایمان و پریناز چجور آدمایی بودن اگه میخواستین تشریح کنین. من معذرت میخوام که در این شرایط دارم با تون صحبت میکنم. ایمان و پریناز فقط برای ما یه دوست نبودن، اینا هم برادر بود، خواهر بودن، یه تکیهگاه بودن، نه برای من، برای همه دوستای ما. یعنی الان اگر از دوستان ما سوال کنید هیچکی نیست که خاطره بدی از این آدم ها داشته باشه. یعنی هم آدمای ساده‌ای بودن، هم آدمای اکتیو فعال بودن، آدمایی بودن که تو این سن جوانی با این حال خیلی خوب پیشرفت کرده بودن، خیلی خودشون رو خوب با جامعه تطبیق داده بودن، خیلی همراه بودن، همه جا بودن، ولی این بودنشون فقط باید کمک کردن بود. میدونید چی، آدمایی بودن که تو این جامعه جز افتخارات ما بودن. و میگم متاسفانه اتفاق هم جوری افتاد که حتی ایشون سفری که رفتن برای دیدن مادر پریناز، سفر رو جلو انداختن به خاطر اینکه هم خواهرشون داشت وزن هم میکرد همزمان با اون پرواز، همین که خانومشون به خاطر حالا اون امتیازاتی که برای شعبه آورده بودن تونسته بودن یه کروز برنده بشن و اینا میخواستن به اونم برسن، این پرواز رو جلو انداختن. خب متاسفانه این اتفاق براشون دست تقدیر. من اتفاقا با یک خانم دیگر اینجا صحبت میکردم که میدونم تو کار خیریه فعال. گفت وقتی پریناز رو توی بانک دیده بوده، او خودش بهش تماس گرفته بوده که ما میخوام بودجه که بانک کنار گذاشته بوده برای خیریه رو کمک بکنیم، و بعد وقتی بانک به خاطر مسائل تحریم و اینا نتونسته، اون خودش و ایمان خودشون کمک کردن به این خیریه که از بچهای یتیم در ایران حمایت میکنه. واکنش شما، خانواده، همه از این به این اخبار امروز، معذرت میخوام که دارم این سوال بزنم میکنم، ولی به هر حال چیست وقتی میشنوید که دولت ایران، حکومت ایران پذیرفته که این جنایت به خاطر اشتباه اونها رخ داده؟ ببینید، من اول از همه سوالم اینه، آیا جان انسانها اینقدر بی ارزش شده الان؟ آیا ما در عرض چند روز گذشته این همه باید تلفات بدیم؟ و آیا اون ارگانی که مسئول حالا پشت اون دستگاه نشسته یا مسئولونه، آیا باید اون تمرینات لازمه رو داشته باشه؟ که نمیدونم، این اتفاق چیز ساده ای نیست. اینا بچه های بودن که ما، خب مادر پدر این یه اون باید با این غم زندگی کنن. این جامعه خیلی آدم از دست دادن دیگه. حالا میدونم باید این سوال بر ما پیش میاد که آیا لازمه این یه چیزای عوض بشه. سپاس گذارم از دوتون، بهتون صبر بده انشالله. برمانت فردا هم مراسم دیگری در دانشگاه تورنتو برگزار میشه جمال. در شهر ادمونتون همینطور 13 دانشجو اونجا فوت شدن در دانشگاه. در شهر وینیپگ در استان منیتوبا باز هم اونجا ایرانیان کانادایی که جانشون از دست دادن جمعیت رو عزادار کردن.
قصه کانادا از شرق تا غرب در این روزها ایرانیان این کشور هست که داغدار و بهت زده هستند در پس این شرایط. ممنونم از بهمن کلباسی از یک مراسم غم‌انگیز و صد البته پر از اندوهی که در میان ایرانیان و همینطور تعدادی دیگر از مردمی که ابراز همدردی میکردن با دو تا از قربانیان این حادثه برگزار شده بود. باز هم گفتگوی داشتیم با مریم که از دوستان سه نفر از قربانیان این حادثه بوده. از او مراسم بزرگداشت و شرایط خانواده ها رو جویا شدیم که در این باره توضیح داد. من خیلی سخته که بگم این بچه ها واقعا تلاش کردن و واقعا زحمت کشیدن. اینجا دست خوندن به واقعا آسیب نیست. یه کشوری که واقعا نه زبانش رو بلدی نه قانونش رو میشناسی. در حال سختی زیاد کشیدن و من واقعا متاسفم که حالا خطای انسانی چه به عمد چه به سر یه چیزی نمیتونه بچه های گل ما رو به ما برگردونه و این سخت در این قسمت قضیه است. اینجا ما هر روز دور هم جمع میشیم و به یاد بچه ها و به یاد مهربونیاشون عشق میریزیم و به خاطر پدر مادرهایی که بچه هاشون از دست دادن. ببینید هیچ چیزی سخت‌تر از این نیست که تو 30 سال 40 سال برای بچه زحمت بکشی و نتیجه‌اش این بشه. بچه‌هایی که آینده خوبی داشتن، یعنی واقعا همشون یه قطب میتونستن باشن برای خودشون رو از دست بدیم. من از خدا میخوام و دعا میکنم برای دل مادرهایی که واقعا صبر و تحملشون برای این قضیه نمیدونم واقعا چی بگم. صبر و تحمل ایشالله خدا بهشون بده. والا من چون با این بچه هایی که میشناسم در ارتباط مستقیم بودم و اینکه بچه ها رفته بودن ایران، یکیشون برای ازدواج و مراسم ازدواجش بود، هنوز خبر دارم که هنوز نتونستن مراسم بگیرن چون حال عمومیشون خوب نیست. من جز تأسف چیزی دیگه ندارم. با من اینقدر اینجا حالمون بده. بله، صدای شماری از دوستان قربانیان این حادثه رو داشتیم، از جمله مورد آخر که مریم بود و اون رو با هم میشنیدیم. پویا قربانی به برنامه پیوسته. پویا، اول شاید بد نباشه که در مورد این فضای غم و اندوهی بگی که همه جا رو در بر گرفته، خصوصا شبکه‌های اجتماعی رو در میان کاربران ایرانی و حتی فارسی زبان. جمال، نه فقط خانواده بازماندگان بلکه کسر بزرگی از مردم ایران به واسطه تکرار بیوقفه این اتفاقات در یک هفته گذشته که بی سابقه هم میتونه قلم داد بشه، دوچاره نوعی غم مفرط و تو هم با خشم هستن. ما میدونیم که در شهر ادمونتون در کانادا دست کم 30 نفر از کشته شده های این پرواز هواپیمای اوکراین ساکن شهر ادمونتون بودن، شهر نچندان بزرگی که جامعه ایرانی در اونجا حضور داره، و همونطور که گفتم دست کم 30 نفر از کشته های هواپیما ساکن ادمونتون هستن. فردا قراره که به یاد اونها مراسمی برگزار بشه. چیزی که میخوام من اینجا ذکر کنم وضعیت روانی بازمانده ها هست. من دیدم تک و توک در شبکه‌های اجتماعی هم به این موضوع اشاره کردن که چطور میشه مراقبت کرد، چطور میشه از کودکان این اخبار تلخ رو دست کم دور نگه داشت، از کودکان خردسال، و همینطور چطور میشه مراقبت کرد از وضعیت روانی بازمانده‌هایی که ما میدونیم به هر حال غم بسیار سنگینی هست، به خصوص بعد از اینکه مشخص شد که به چه شکلی این هواپیما سرنگون شده. احساسات کاملا پیچیده توأم با همینطور که گفتم غم و خشم. من دیدم که
وقتی اشاره کردم به اون غمی که نه فقط خانواده های قربانیان رو بلکه جامعه ایران در بر گرفته، یه شعری رو دیدم که یه جایی که نوشته بود که از انوری هست: هر بلایی که از آسمان آید گرچه بر دیگری قضا باشد، بر زمین نارسیده میگوید خانه انوری کجا باشد. خیلی ها یک اعلام دیگه دارن میکنن که بسمونه دیگه، چقدر مگه قراره یک ملت خبر بد بشنوه. من دیدم در شبکه‌های اجتماعی دیروز دیدم اینا که عنوان کرده بود که هر کدوم از این اتفاقات در غرب ممکن بود در یک قرن اتفاق بیفته، از سیل، از زلزله، از تهدید به جنگ، از موضوع هواپیما و همینطور حادثه که در کرمان اتفاق افتاد. شهروندان ایرانی که در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی زیر دست و پا کشته شدن. در همین مورد بذار یه ویدیویی که صدای بعضی از مخاطبان هست رو ابتدا با هم بشنویم. این یک افتضاح مسلم تاریخی بود به نظرم، چیزی که از بس دردناکه که باید روزها و ماها دربارش حرف زد و غم خورد. به نظرم خبر انهدام این هواپیمای مسافربری اوکراین توسط پدافند ضد موشکی ایران دو مسئله رو نشون میده: یکی بی‌کفایتی مسئولین و جمهوری اسلامیه که بارها و بارها به ما ثابت شده توی سال‌های اخیر، ولی متأسفانه هیچ کسی یادش نمیمونه این مسائل رو. و دومی مسئله اینو نشون میده که ایران ذره ارزش برای جون مردم خودش قائل نیست. اما بدتر از اون دروغایی بود که تو این سه روز شنیدیم، دروغایی که نه اولین دروغ بود و نه آخرین دروغ خواهد بود. من به عنوان یک ایرانی اعتمادم کاملا صرف شده از مسئولین جمهوری اسلامی، از خبرگزاری‌های داخلی که اینقدر راحت دروغ میگن. من نمیدونم اتفاقی که الان پیش اومده رو چجوری میخوان به قول معروف ماسمالیش کنن دیگه، چجوری میخوان بگم. من مطمئنم اگر که شهروندی از کشورهای دیگه تو اون هواپیما نبود، حتما میگفتن سقوط کرده و یه جوری جمعش میکردن قضیه رو. فقط افسوس میخورم بابت اینکه این همه خانواده داغدار شدن. الان ما فقط مبهوت موندیم که این سردار حاجی زاده هم میدونست که هواپیما رو خودشون زدن، اومد تو تلویزیون و از سیلی محکم سپاه به تروریستای آمریکایی گفت، یا این هم که فرمانده کله چی نمیدونست. به نظر من باید رئیس کل قوای ایران یعنی همون خامنه ای بعد مظرت خواهی بکنه، چرا که رئیس کل قوا مقصر میشه، سرباز چه گناهی داره؟ اگر مبنا رو بر این بذاریم که ایشون در این سه روز بیخبر بودن که واقعا باید برای مردم ایران تأسف خورد، و اگر بگیم که با خبر بوده و توی این سه روز سکوت کرده، هم دردناکتر و غم‌انگیزتر هستش. سه روزو دارن به هزار جور نقشه ما این زوری به آمریکا زدیم، ما این کارو کردیم. الانشم والا اینجوری بود اینجوری شد. مگه مردم احمقن؟ هواپیمای مسافربری کجا؟ هواپیمای جنگنده کجا؟ مگه روی رادار نمیتونه تشخیص بده سایز اونو؟ نشون دادیم که دچار استرس هستیم، دچار عدم توانایی در شرایط در کنترل شرایط سخت هستیم و باعث سرنگونی هواپیمایی شدیم که اکثرش ایرانی بودن و در جریان پذیرفتن اشتباهمون ما دوباره دچار اشتباه شدیم و اشتباه رو نپذیرفتیم. فکر کردیم بقیه دنیا هم مثل ما فکر میکنن، کوته بینن، و باعث شدیم که دنیا نسبت به ما دید بدی پیدا کنه، ما رو انسانهای ضعیف، ترسو و متاسفانه دروغگو بپندارن. پویا، ما برنامه رو با اعتراضاتی شروع کردیم که در دانشگاه تهران، دانشگاه امیرکبیر و همینطور دانشگاه شریف گزارش شده بود. در شبکه‌های اجتماعی از این اعتراضات چه خبر؟ جمال، ما الان میتونیم تایید کنیم که به غیر از دانشگاه شریف، امیرکبیر و خواجه نصیر و جو امنیتی که در دانشگاه تهران و حوالی اون برقرار هست، دست کم در دانشگاه شیراز و اینا برابر تصاویری هستش که ما دریافت کردیم و الان میتونیم تایید کنیم که در این نقاط هم تجمع سوگواری و اعتراض برگزار شده. دانشگاه مهندسی شیراز، دانشگاه بوعلی همدان، نوشیروانی بابل و به غیر از این دانشگاه ها در اصفهان، در محدوده 33 پل، همچنین رشت، بروجرد، کرمان و شیراز هم مردم سوگوار و معترض جمع شدن و
حالا بعضیاشون با روشن کردن شمع، بعضیاشون با شعار دادن هم سوگواری کردن، هم خشمشون رو ابراز کردن. من چیزی که الان میخواستم بگم نامه‌ای هستش که مهدی کروبی خطاب به آیت الله خامنه‌ای منتشر کرده. آقای کروبی در این نامه نوشته که آقای خامنه‌ای یا از فاجعه آگاه بوده و مردم رو فریب داده، من نقل میکنم از آقای کروبی، یا اینکه ازش بیخبر بوده که در هر دو صورت شرایط رهبری رو نداره. و آقای کروبی عنوان کرده که آقای خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا مسئولیت مستقیم داره در این موضوع. این هم یکی از آخرین مطالبی بود که من دیدم. ولی یکی دیگه، حالا که صحبت آقای کروبی شد، من دیدم یک ویدیویی از میرحسین موسوی هم در شبکه‌های اجتماعی بسیار دست به دست میشه. این ویدیو مربوط هست به یکی از مناظره‌های انتخاباتی ایشون در سال 88، جایی که به دوربین نگاه کرده گفت هیچ چیز بدتر از این نیست که یک حکومت به مردم دروغ بگه. ما امروز دیدیم در دست کم یکی از تجمع‌ها در روبروی دانشگاه امیرکبیر پوسترهای دروغ ممنوع، همون پوسترهایی که در راهپیمایی‌های جنبش سبز در سال 88 بین مردم بود، در دست بخشی از معترضان دیده می‌شد. به هر حال این دروغ خشم بسیاری رو برانگیخته و این پوستر هم از پوسترهای پرتکراری بود که حتی ایرنا این رو منتشر کرده بود به عنوان بخشی از پوشششون یا بخشی از تلاششون برای احیای به قول خودشون اعتبار از دست رفته. ممنونم از پویا قربانی. اما یک کمی از خبرهای ایران فاصله بگیریم. خبر دیگه هم داریم که چندان بی ارتباط به ایران نیست. سلطان قابوس شب گذشته به دنبال دوره طولانی بیماری ناشی از ابتلا به سرطان در سن 79 سالگی درگذشت، فردی که بارها بین ایران و آمریکا میانجیگری کرد. او فرزندی نداشت و به همین دلیل شورای خاندان سلطنتی این کشور هیثم بن طارق آل سعید رو به عنوان پادشاه جدید انتخاب کرده. پادشاه جدید عمان 65 ساله و پسر عموی سلطان قابوس و قبل از این وزیر میراث و فرهنگ و از مقام های ارشد وزارت امور خارجه عمان بوده. او حالا میراثدار تاج و تختیه که در طول 5 دهه اخیر نقش دیپلماتیک در بعضی از چالش های مهم منطقه رو بر عهده داشته. میراث سلطان قابوس سیاست میانجیگری و مداخله نکردن در امور کشورهای دیگه منطقه است که مهمترین بحران های اون به همین دلیل پدید اومده. سلطان قابوس و کارنامه دیپلماتیک او موضوع گزارش شیدا هوشمندی است که با هم می‌بینیم. خاکسپاری مردی که به دیپلمات خاورمیانه معروف بود. سلطان قابوس بعد از نیم قرن پادشاهی در عمان حالا به تاریخ میپیوندد. الله اکبر. با گنجینه ای از اطلاعات درباره مهمترین رایزنی های پشت پرده تاریخ معاصر جهان. قابوس بن سعید آل سعید در 29 سالگی سلطنت را پس از برکناری پدرش در کودتایی بدون خونریزی در دست گرفت. پدر را به تبعید فرستاد و خود بر تخت پادشاهی تکیه زد. قابوس جوان تحصیل کرده بریتانیا بود. می‌خواست عمان را متحول کند. درآمد نفت را هزینه اصلاحات کند و در گستره دیپلماسی این شیخ نشین را به محل مذاکرات دیپلماتیک تبدیل کند. تاریخ گواه موفقیت او در رسیدن به این هدف است. در کاخ سلطان قابوس به روی همه باز بود. از یاسر عرفات تا شیمون پرز، از حسن روحانی تا بنیامین نتانیاهو، از قذافی تا هیلاری کلینتون. نقش عمان و سلطان قابوس در دیپلماسی منطقه غیر قابل انکار است. حکمران معتدل عمان تا کنون بارها در مناقشه های جدی در خاورمیانه نقش مهمی بازی کرده. از آزادی ملوان های بریتانیایی و زندانیان امریکایی در ایران تا میانجیگری مخفیانه برای مذاکرات ایران و امریکا، اینها تنها چند نمونه فاش شده از نقش عمان در معادلات دیپلماتیک است. پادشاه عمان در عرصه داخلی هم محافظه‌کار بود. قدرت مطلقه را داشت، اما اگر لازم بود به خواستهای اجتماعی پاسخ می‌داد. شاید همین محافظه‌کاری بود که عمان را از گرماگرم بهار عربی به دور نگه داشت. پادشاه عمان تخت پادشاهی خود را مدیون این مرد بود.
سال 1344 شبه نظامیان چپگرا در شرق عمان با تأسیس جبهه آزادی بخش ظفار با حکومت مرکزی این کشور درگیر شدند. این آغاز سالها آشوب داخلی در عمان بود. سلطان قابوس بعد از سالها جنگ با چپگرایان ظفار و هنگامی که از کمک رهبران عرب منطقه ناامید شد، از محمد رضا شاه پهلوی کمک خواست. پادشاه ایران هم با اعزام نیروهای ارتش شاهنشاهی به عمان به سلطان قابوس کمک کرد. شورش مسلحانه چپگرایان در عمان 3 سال بعد به طور کامل پایان یافت. نتیجه مستقیم درک بالای دیپلماتیک سلطان قابوس برای یافتن منافع مشترک با پادشاه ایران، یعنی مقابله با قدرت گرفتن کمونیسم در منطقه در دوره جنگ سرد. سلطان قابوس از جمله میهمانان جشن‌های بزرگداشت 2500 ساله پادشاهی ایران بود. او در سال 1352 در سفر به تهران معاهده‌ای با دولت ایران امضا کرد که تا امروز پابرجاست و تامین کننده منافع هر دو کشور. سلطان قابوس که می‌خواست عمان مانند سوئیس در اروپا سیاستی بی‌طرف در منطقه داشته باشد، مانند سوئیس هم سعی کرد این کشور را مرکزی برای مبادلات مالی و بانکی کند و در این راستا موفقیت‌هایی هم به دست آورد. از میانجیگری‌های اخیر سلطان قابوس تلاش برای برقرار کردن مذاکره میان طرف‌های درگیر در جنگ داخلی یمن بود. در نوامبر سال 2019 عربستان سعودی و حوثی‌های یمن پشت پرده مذاکراتی را برای پایان دادن به جنگ خونین یمن آغاز کردند. تنش در یمن گرچه تمام نشده، اما شدت حملات طرفین کم شده. این شاید آخرین تصویر از حضور سلطان قابوس در انظار عمومی است. در اکتبر سال 2018 دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، شاید آخرین تلاش پادشاه عمان برای میانجیگری و کاستن از تنش‌های منطقه‌ای. شیدا هوشمندی، بی بی سی. افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد بریتانیا و ماست. آقای شاهی، اول کمی در مورد هیثم بن طارق آل سعید بگید. او چطور پادشاهی خواهد بود؟ من هم فکر می‌کنم مثل اکثر خلیفه اتفاق کسانی که مسائل مرتبط به عمان رو دنبال می‌کردن، امروز بسیار متعجب شدم که خانواده سلطنتی تصمیم گرفت که ایشون رو انتخاب بکنه، گرچه که سلطان قابوس ولیعهد رسمی هم نداشت و با توجه به داده‌هایی که وجود داشت حداقل 80 کاندید واجد شرایط در خانواده سلطنتی وجود داشت، اما خب در چند سال گذشته نگاه‌ها معمولاً متمرکز شده بود به 3 کاندید و کاندیدی که بیشتر از هر کس به نظر می‌آمد که اقبالش بالا باشه بعد از مرگ سلطان قابوس در واقع معاون نخست وزیر بن اسد طارق بود. بنابراین وقتی که این خبر بیرون اومد، من فکر می‌کنم قسمت قابل توجهی از مردم عمان متعجب شدن. اما سلطان جدید عمان کیست؟ اگر که ما به رزومه سیاسی ایشون نگاه بکنیم، عموماً در چند دهه گذشته ایشون سعی کرده که از حاشیه‌ها بسیار دور باشن، همینطور که گزارشگر خودتون به درستی اشاره کرد، چندین سال ایشون ریاست وزارت فرهنگ رو به عهده داشتن و در این حال در وزارت امور خارجه هم در مراحل مختلف پست‌های داشتن. من امروز وقتی که به نطق ایشون گوش کردم، اولین سخنرانی رسمی ایشون به عنوان سلطان عمان، برام بسیار جالب بود که قسمت قابل توجهی از این سخنرانی مربوط شده بود در واقع به سیاست‌های خارجی عمان که به گمان من بزرگترین میراث سلطان قابوس بوده در 50 سال گذشته و ایشون این تعهد رو به شهروندان عمانی داد که می‌خواد از میراث سیاست خارجی سلطان قابوس حمایت بکنه و این میراث رو پاس بداره و حداقل با در نظر گرفتن رزومه سیاسی که ما از ایشون داریم و با در نظر گرفتن اولین نطق سخنرانی ایشون، شاید ما نمیتونیم انتظار تحولات عمیقی حداقل در حوزه سیاست خارجی داشته باشیم. سپاسگزارم از افشین شاهی و با پوزش به دلیل اینکه وقتمون به پایان رسید و ممنونم از شمایی که بیننده برنامه 60 دقیقه، این البته 60 دقیقه طولانی تر از معمول بودید.